هر شبت که در اخبار ناگهان دیدیم یک صدای به گوش من خوده که میگوید الله اکبر یا علی ابن ابی طالب. میگویم چه خبر شده؟ میگویم کسی چاقو کشیده، یک کسی میخواد وزنه بلند کنیم. نه خیر، دارم موشک هوا میکنم. لطفا این فیلم رو، موشک هوا کردن آخوندها رو نشان بدهید. بنده یک تحلیلی دارم از موشک بازی آخوند و بمب اتمی آخوند و اینا هم حکایت هاست. ملاحظه بفرمایید. من مطمئن هستم چند کیلومتر این طرف درک از این تشکیلات که دیدین آدم های ایرانی گرسنه بدون تعلیم و تربیت بدون بیمه بیچاره و فقیر نان برای خوردن ندارن. هر چبت که ما در توفیق بود دیدم، خیلی بچه بودیم، این تصویر رو یادم نرفت، یک مردکی آمده بود یک چاقو داشته بود گردن یک کسی در نصف شب در کوچه که من یک گدای فقیر بیچاره هستم، از مال دنیا همین یه چاقو رو دارم، یه چیزی به من بدین. یعنی در واقع ذکر بدبختی میکرد با تهدید چاقو. این موشک سازی آخوندها هم اینا هم واقعا حکایتی است. اینها 25 6 سال پیش این بودجه‌ای که بایستی صرف آبادانی و توسعه این مملکت میشد، صرف گسترش اقتصاد و تولید کار برای این مردم میشد، صرف نمیدونم ساختن دانشگاه‌های به درد بخور برای مملکت شد، صرف ساختن مراکز صنعتی و توسعه معرفت اینا میشد، اینها از گلوی ملت بیچاره بریدن و مرتب فریادن یا عبدالقادر خان، یا عبدالقادر خان سنی. عبدالقادر خان به اینها طرح نمیدونم چیز بده، همین سنتریفیوژ ها که در این 3-4 سال پایان حیات کثیف این عبدالقادر خان، حیات در واقع فعالیتاش عرض میکنم، چنان است که گوین CIA در عوض میخوام در زیر پوش این بوده. میگوید یک شبی دو دفعه بچه آخوند آمدن و با 4 میلیون دلار پول نقد که عبدالقادر خان اون یک چیزی که اینا میخواستن براشون تهیه کنه. یا کره شمالی به داد ما برس ای برادر دینی. 25 ساله دارن اینا عرض کنم که به دور از چشم ملت بیچاره هزینه های کلان صرف اینجور کارها میکنن. یا پاکستانی نمیدونم یا روسیه فراری اینها حالا نشسته است جنگ، یا علی ابن ابی طالب. در واقع چیزی که این مردک میگفت این است که ای اهل تسنن، ای عربستان سعودی، ای نمیدونم شارجه و دبی و غیر و اینها، ما شیعه هستیم و پدر شما رو در میاریم. اینم نمونه شه، اینو ساختیم. یک مسئله یه خدمتتون بگم، تصور بفرمایید یک لردی سوار یک رولز رویس هست با راننده پیاده که میشه، این نمیدونم کفش های آکسفورد و این گاوردین های ساخت منچستر و اینها و با اون کلا و تشکیلات نمیدونم کشمیر و اینها، یک کراوات مثلا آبی رنگی مثلا یا یک قرمز رنگی هم به گردن این بابا هست، اینها که همش ما هم فرض فرمایید که خانا هست اینها. حالا تجسم بفرمایید که یک کسی هم سوار خر شده با پالتو پاره و پای پتی و اینها همون کراوات رو زده و این کراوات هم اصلا خانایی با لباس ژنده نداره. بعد که تحقیق کنی ببینیم که این کراوات رو هم به ضرب چاقو و تهدید از پیرمرد پیرزنای بدبخت بیچاره بازنشسته به زور نصف شب دزدیدن و این کراوات رو خریدن. این داستان موشکسازی پاکستان و این آخوندهای خودمان اینها این همین داستان هست. حالا یک روزگاری بوده این آمریکایی ها از ترس نمیدونم آلمان ها چون به لحاظ علمی خیلی پیشرفته بودن، اینا آمدن 2 میلیارد دلار سرمایه گذاشتن در این لابراتوار لس آلاموس و پول را از گلوی کسی بیرون نکشیدن، مردم محتاج نبودن، 2 بیلیون دلار هم سرمایه گذاشتن و توسعه دادن و همین کار کثافتکاری هیروشیما و اینها را انجام دادن و اینها. بعدش هم روس ها هم این همینا بودن به یک نوعی، روس ها بمب سازی روس ها هم این همینا بود،
در واقع اگر آمریکایی ها در طول جنگ سرد بخش اندکی از این عرض کنم که درآمد سرانه ملی رو خرج می‌کردن موشک‌سازی و بمب می‌کردن، روسا بخش عمده‌ای رو خرج می‌کردن. و اتفاقا این آخوندها هم دچار همون خطای روسا هستن، چون اونا گمان می‌کردن که خب این مردم روسیه رو که ما کشته داریم، اینو سرکوب می‌کنیم، سرکوب کردیم، 30 میلیونش هم کشتیم، همو استالین 30 میلیونش رو کشته، امروز هم همه سرکوب هستن، تشکیلات عرض می‌کنم KGB هم که هست، ما همه عرض کنم که عناصر سرکوب رو در دست داریم، میماند این عرض کنم آمریکایی‌ها جهانخوار این سرمایه‌دارها، ما موشک سازی می‌کنیم، با موشک سازی اینا رو می‌ترسانیم و چنین و چنان می‌کنیم. و بعد از گذشت 60 70 سالی اینها درموندن در واقع حل مشکلات جامعه شوروی سوسیالیستی سابق و سقوط کردن. این آخوندام هم همون واسطات دارن. ما این مردم رو که میکشیم، به هر صورت میزنیم و میکشیم و زندان میکنیم، ماشاءالله زندان‌های زیاد داریم، ما کم که زندان نداریم، جنایتکارم که کم نداریم، اینا رو سرکوب میکنیم، میموند این مش عرب دوربر ما و این امریکایی های جهانخوار، اینا رو با این موشک ها میترسانیم و اینها، و این امپراتوری اسلام عزیز رو که از برکتش ما به همه چیز رسیدیم این رو نگهداری میکنیم. این هم محاسبه اینا، این همون گدا هستن با اون کروات قرمزه. پاکستانی هم همینجور، مملکتی که خودشان میگویند 50% از گاوداری هاش و مرغداری هاش تعطیل شده در همین مدت از هدفمند کردن، و 40% زیر خط فقر زندگی میکنن، و سالی نمیدونم 500-600 هزار نفر به بیکاران مملکت اضافه میشه. یا علی ابن ابی طالب موشک پاکستانی نمیدونم کره برای ما هوا میکنه، همون گدا هست که عرض کردم که کروات قرمز و همون کت پاره به گردن خودی زده و داره حلب مبارز طلب میکنه. این مملکت متعلق به اون مردمه، اون مردم بایستی تصمیم بگیرن چه زمانی موشک میخواهن، چه زمانی بمب میخواهن، چه زمانی و چه مبلغی بایستی برای خرج برای دفاع از خودشون بکنن. گرفتاری ما همیشه همین بوده، و این بدمستی و عرض کنم عربده‌جویی این مستبدان گذشته و امروز بابت این چند دلار پول نفت بود، با معدن فروشی. شما نگاه کنید عصر جدید، انقلاب صنعتی، قرن 17، هنوز در مملکت ما کوچیه پیچ ساخته نمیشه تو کشور خارج به فروش بده. نفت فروشی، یعنی با زمان مظفرالدین شاه هیچ فرقی نکردیم الحمدلله، متا یه مش فرش هم داشتیم که کوالیتش خیلی خوب بود، حالا خراب شده، یه مش پوست و پسته هم میفروختیم که هنوز هم میفروشیم به درد نمیخوره، بعضی جا میگن کرم داره نمچیده. فقط داستان ماجراجویی بوده، یک زمانی F-14 های نمیدونم چی میخریدیم 70-80 تا یه جا، چند میلیارد دلار پول مردم بیچاره ایران، و مملکت در فقر بود، یه چند تا تهران نشین هم البته بعضشون خوب بود مثل امروز، امروز هم همون داستانه، فرقی نکرده. حالا اینا میدونن ارتش ندارن، اون قدیما میگن ارتش دارن، اینا ارتش هم ندارن، همه دنیا میدونن آخوندا ارتش ندارن، نه نیروی زرهی دارن نه نیروی هوایی دارن، صفر، نیروی هواییشون صفر. خب چیکار بکنیم؟ یعنی جدیدترین هواپیماشون مال 35-40 سال پیش. چیکار بکنیم؟ اگر عاشق مرتضی موشک بسازیم همه از ما میترسن. اگر که این تشکیلات اتمیمون هم روبرا کنیم که یه چیز مسخره هم اگه شده تو این چه آزمایش کنیم دیگه ما ارزه نمیخوایم، که هم پولا رو میدیم به فلسطین، موشک پرانی میکنم. خب مرد حسابی تو چه ربطی داره به علی ابن ابی طالب؟ علی ابن ابی طالب زمانی میشد گفت که شما یه درختی رو ببرید بذارید اونجا، بگین یا علی ابن ابی طالب موشک شبه، میگم علی ابن ابی طالب معجزه کرد، ولی 25 سال 24-5 میلیارد دلار پول مردم بیچاره رو ریختی در جیب پاکستانی و کره‌ای و روسی و غیره و اینها، یه موشک نمیدونم فشفش مانند ساختید، اینا علی ابن ابی طالب دیگه داستانش چیه اینجا؟ یعنی دروغ و ریا در همه امور اینها و در همه ابعاد زندگیشون اینا هست، دروغ و ریا. یا علی ابن ابی طالب چقدر بیمزه، چقدر خنک،
اونم یه چیزی که حالا یه تکنولوژی تقریبا 70 سال یا بیشتر ازش گذشته، یا علی ابن ابی طالب یا فاطمه زهرا، اینا این کارها رو، این حرفا رو موقع تجاوز به بچه ایران هم میگن، شلاق میزنن یا علی فاطمه. خانمی آمده بیرون میگوین که در مصاحبهش گفته اینا میمدن به ما تجاوز میکردن، بعد شلوارش در میابود از شما عذر میخوام، میگفت خدایا از ما قبول کن این را، خدایا تو قبول کن. اینم داستان ماست.